سلام، به حافظه تاریخ خوش اومدید. ما خانواده‌ای هستیم که با دور هم جمع شدن سعی می‌کنیم گذری تو تاریخ داشته باشیم تا اشتباهات گذشته رو دوباره تکرار نکنیم و از اتفاقای خوب و موندگار تاریخ ایران و دنیا درس بگیریم و هرچی بود و نبود رو تو دنیای امروزی اصلاح کنیم. باعث خوشحالی ما میشه که شما هم به خانواده ما بپیوندی و در کنار ما این مسیر رو ادامه بدید. جهت هم مسیر شدن با تو این سفر تاریخی کافیه که سابسکرایب کنید و زنگوله رو خلقلق بدید تا اگه ویدیو گذاشتیم بیاید و ببینید و لذت ببرید. شاید به دوستاتون هم دلیل شد که معرفی کنید. بچه ها، درس امروزمون ناصرالدین میرزا یا ناصرالدین شاهه. بریم سراغ بررسی زندگی این شادروان جنت مقام بالا مقام. خب خلاصه بگذاریم از این چیز کرک بازی ها. ناصرالدین میرزا در 6 صفر 1247 در یکی از روستاهای شهر تبریز متولد شد. زمانی که ناصرالدین شاه متولد شد، پدرش محمد شاه توی جنگ پیروز شده بود و به همین دلیل اسم ایشون رو ناصرالدین گذاشت. ناصرالدین واقعا اسم بی ربطیه، یعنی ناصر یعنی پیروز، الدین یعنی مال دین، یه چیزی که بدیم پیروز دین. میتونست پیروز بذاره ولی خب نذاشت. تولد ناصرالدین شاه با جشن و شادی پیروزی و میگساری شاهانه برگزار شد. اون سومین فرزند محمد شاه محسوب میشد که از میان فرزندان زیادش که در فردسالی وفات میافتن به بزرگسالی رسیده و با عنوان ولیعهد قاجاریه اون رو اعلام کرد. محمد شاه در 12 سالگی با دستور فتحعلی شاه با دخترمش ملک جهان خانوم که در اون زمان 14 سالش بود ازدواج کرد. ازدواج ایشون سیاسی بود و برای تحکیم روابط قاجاریه شکل گرفته بود. اصلا از سنشون هم معلومه اون موقع اینجوری ازدواج نمی کردن، یعنی افتش، ولی خب اینا شاه بودن، هر کاری میتونستن بکنن. فرمان ولیعهدی ناصرالدین شاه در سال 1251 هجری قمری در تبریز خوانده شد. آصف‌الدوله خوبه، چرا نگفتم آصف‌الدوله؟ جالبه. آصف‌الدوله که دایی محمد شاه بود تلاش کرد تا جلوی ولیعهدی ناصرالدین شاه رو بگیره، اما تو این کار توفیق نیافت، یعنی موفق نشد. اولین وظیفه ناصرالدین شاه به عنوان ولیعهد این بود که به ایران سفر کنه و تبریک پدرش رو به دستگاه تزار روس تقدیم کنه. وی در هنگام ملاقات با تزار روی زانوی خود نشست و به نشان ارادت انگشتری الماس خودش رو به اون داد. بعد از گذشت 5 سال محمد شاه ولیعهد رو به نزد خودش خواند و در این زمان ناصرالدین شاه ازدواج کرد و به درخواست اون حاکمیت آذربایجان به وی سپرده شد. ناصرالدین شاه در مدتی که مقام حکمرانی آذربایجان رو داشت با مسائل جدی حکمرانی آشنا شد. یعنی مدیونید فکر کنید که اون زمان حکومت کردن خیلی جدی بود، یعنی اگه حکومت کردن مثل حکومت قاجار بود نمیتونم وصفش کنم، خیلی خیلی جدی بود، خیلی، یعنی شک نکنید. خلاصه بگذاریم از این قضیه بسیار جدی. در زمان ولایت عهدی اون بود که محمد علی باب رو به محاکمه تفتیش عقاید در تبریز بردن و در حضور وی اون رو محکوم کردن. محمد شاه که با بیماری نقرس غریبانگیر بود در سال 1227 خورشیدی مرد. زمان فوت محمد شاه فقط آذربایجان آرام بود و ناصرالدین میرزایی 17 ساله با مدعیان حکومت روبرو شد. حاج میرزا آقاسی وزیر محمد شاه توان مقابله با شورش ها رو نداشت و به حرم عبدالعظیم حسنی پناه برد. مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه میرزا اوضاع تهران رو به دست گرفت و شورش ها رو آرام کرد. اون دستور داد تا تمامی خائنان رو مجازات کنن. مهد اولیا 45 روز حاکم ایران بود و سپس از دولت روسیه درخواست حمایت از ناصرالدین میرزا برای نشستن بر تخت سلطنت رو کرد. بچه ما این موضوع رو یه بار دیگه بررسی کردیم، اینی که مهد اولیا 45 روز حکومت رو در دست گرفت. اگه خواستید الان تو چیز میذار پاپاپه چیه؟ چیزی هست این بالا نشون میده ساجست یا همچین چیز براتون میذاریم، تگش میکنین که برید و ببینید.
ویدیو رو اگر دلتون خواست. ناصرالدین شاه با حمایت امیرکبیر به تهران اومد و در 14 شوال 1264 هجری قمری بر تخت سلطنت ایران تکیه زد. امیرکبیر رو صدر اعظم خودش اعلام کرد و ناصرالدین شاه برای رضایت مادرش و تشکر از اون مقام نائب السلطنه رو به مهد اولیا داد. ناصرالدین شاه در طول دوره حکمرانی طولانی مدت خود کارهای صحیح و غلط زیادی انجام داد که بیشترتون که من به صراحت میگم که هر کاری که قاجار کرده بیشترش غلط بوده. حالا خب این اگه نسب به نسب بوده من کاری ندارم. ارتباط اون با کشورهای خارجی و امتیازایی که به اونا میداد رو میتونیم جز مهمترین اقدامات اون به شمار بیاریم. قتل امیرکبیر که توی این دوره صورت گرفت، تسخیر هرات به که نمیخوام بررسی کنم، امتیاز رژی که خب خودم نمیدونم پس بخونیم، در سال 1308 هجری قمری و در زمان صدر اعظمی امین السلطان ناصرالدین شاه امتیاز توتون و تنباکو رو به شخصی انگلیسی به نام تالبوت داد. این امتیاز تالبوت بود یا امتیاز توتون و تنباکو بود؟ واگذاری امتیاز به روس، ناصرالدین شاه قاجار در سال 1285 هجری قمری امتیاز بهره‌برداری انحصاری از مراکز صید ماهی در قسمتی از سواحل ایران در دریای خزر رو به شخصی روسی به نام لیانازوف تقدیم کرد. امتیاز رویتر که همتون شنیدید نمیخوام بررسی کنم. اقدامات دیگرش رو میتونیم اینجوری وصف کنیم. ناصرالدین شاه قاجار حکومت نواحی بندرعباس و هرمز رو به مدت 20 سال سعیدخان امام مسقط واگذار کرد. خط راهن تهران به شهر ری و حرم عبدالعظیم در دوره ناصرالدین شاه کشیده شد. نخستین سری تمر پستی در ایران، چاپ و الساق تمر به نامه‌ها و مرسولات پستی در این دوره مأمور شد. بحرین در این زمان رسما تحت الحمایه انگلستان شد. ناصرالدین شاه کشتی پرسپولیس رو از آلمان خریداری کرد. ناصرالدین شاه اداره پست ایران رو به هیئت اتریشی واگذار کرد. نخستین خط تلگرافی در این دوره ایجاد شد که انگلستان رو به هندوستان وصل کرد. این خط از بنادر بوشهر، بندر عباس و بندر جاسک میگذشت. تأسیس مدرسه به سبک جدید از اقدامات ناصرالدین شاه بود. در سال 1305 هجری قمری اولین دبستان توسط حاج میرزا حسن رشدیه در تبریز تأسیس شد. در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار وقایع مهمی رخ داد که برخی از اونا مربوط به شورش‌های داخلی و ارتباطات ایران با خارج بود و برخی دیگه مربوط به اصلاحاتی بود که شاه در دوره حکومتش انجام داد. ظهور سید جمال الدین اسدآبادی که یکی از وقایع موقع بود، سید جمال الدین یکی از روشنفکران دوره ناصرالدین شاه بود. اون در مصر انجمن حزب الوطنی رو تأسیس کرد و در جامع الزهرا مشغول تدریس و بحث فلسفه ابن سینا شد. اون سپس به فرانسه رفت و در سال 1303 هجری قمری در پاریس به همراه شیخ محمد عبده روزنامه اروح الوثقی رو چاپ کرد. ببخشید من اسما رو نمیدونم اصلا چطوری خود نمیشن. حالا این رفتی به مطالعه از قبل نداره. من هر چقدر مطالعه کنم به نتیجه نمیرسم در مورد این اسم عجب و عجب. اگه میدونید لطف کنید لاتینش رو زیر چیز بنویسید. نخستین خط تلگراف ایران در سال 1260 هجری قمری در دوره ناصرالدین شاه بین کاخ گلستان و باغ لاله‌زار کشیده شد. و اما ناصرالدین شاه زمانی که در حال تدارک برای جشن 50 سالگی پادشاهی خودش بود ترور شد و به قتل رسید. قاتل ناصرالدین شاه میرزا رضای کرمانی بود که این رو تو کتاب تاریخ اول دبیرستان هم نوشته بودن. پس خب مطلب تکراریه ولی خب شاید کسی یادش نیست. پس میگیم اون تو سال 1313 هجری قمری ناصرالدین شاه رو در حرم عبدالعظیم حسنی به ضرب گلوله از پا در آورد. ناصرالدین شاه نزدیک به 50 سال پادشاهی کرد. 50 که نه 17 سالش بود پادشاه شده، پس میشه 33 سال 36 سال. بعد از به قتل رسیدن شاه اون در حرم عبدالعظیم حسنی به خاک سپردند.
سنگ قبر وی از مرمر ساخته شده و تماثل ناصرالدین شاه روی اون حک شده. این سنگ در حال حاضر در موزه کاخ گلستان نگهداری میشه و یکی از شاهکاران کندکاری دوره قاجار. از ابتدای تأسیس سلسله قاجاریه، حرمسرا جزوی از تشکیلات دربار محسوب میشد. آقا محمد خان حرمخونه تشکیل داد و جانشین اون فتحعلی شاه اون رو تبدیل به حرمسرای بزرگی کرد. آقا اشتباه ها، باید بنویسید آقا، خیلی فرق میکنه، یکیش دودول داره یکیش نداره. اما حکایت حرمسرای ناصرالدین شاهی داستان جداگونه ای داره، پس بریم که بررسی کنیم. در تواریخ و سفرنامه ها به صورت مفصل ذکر شده این سلطنه تعداد زنان عقدی و صیغه ای ناصرالدین شاه رو به 112 نفر ذکر کرد. این جمعیت اگر با کلفت های هر یک از این زنان جمع بسته بشه، رقمی در حدود 2000 نفر رو شامل میشه. برای اداره این حرمسرا و مدیریت چنین جمعیتی هزینه بسیاری از بودجه مملکت صرف میشد. ناصرالدین شاه حرمسرای خودش رو بسیار بزرگ و با امکانات مفصل و مجلل ساخته بود و اون رو نشانی از قدرت و شکوه خودش تلقی میکرد. اون تو سفری که به کشورهای اروپایی داشت، با دیدن شاهان این کشور که دارای یک همسر مسن بودن تعجب میکرد. و اما بحث اصلی این که آیا اینا کار خوبی بودن یا نه نمیتونیم نظر بدیم. اما واقعا حکومت قاجار یک حکومت مزخرفی بود. حتی اگر بگید که داره تعصبی به قضیه نگاه میکنه، که طبیعتا هیچ کدومتون نمیگید چون من ترکم و خب قاجار هم ترک بود، اگه قرار باشه تعصب بکشه تعصب میکشه، ولی واقعا حکومتی نیست که روش تعصب داشته باشه. اما بعضی کاراشون قابل تقدیره، بعضی کاراشون هم قابل تحقیر. استعمال کلمه ایه که از معماری عمران گرفته میشه، یعنی ریشه در این کلمات. مستعمره جایی یک کشوری با یک کشور دیگه یا قرارداد میبنده یا تحت سلطه و استکبار اون در میاد، ولی اون کشوری که یک کشور دیگر رو مستعمره کرده، کشور الف بگیم، کشور بین مستعمره خودش کرده، کشور الف معذبه که در راستای پیشبرد تمدن اون کشور تلاش کنه. اما بزرگترین مشکلی که توی استکبار جهانی وجود داره اینه که توی مستعمرات وقتی یک کشوری، مثلا همونی که گفتیم کشور الفی که کشور برو استعمار کرده، علاوه بر این که میاد معماری و تمدن کشور رو پیش میبره، چی میگن؟ دوچار پیشرفت میکنه و چطوری بگم، واقعا کلمه تو ذهنم نمی، تحت تاثیر قرار میده، خب تحت تاثیر مثبت قرار میده. علاوه بر این یه جنبه منفی خیلی بزرگی از خودش به جا میذاره و اونم اینه که فرهنگ اون کشور رو عوض میکنه. درسته استعمارات ایران طول دوره قاجار و پهلوی، تو دوره پهلوی هم استعمار داشتیم، کاپیتالیسم و خب حق توحش و خیلی چیزهای دیگه که به آمریکا و انگلیس و روسیه و پرتغال و همین الان بررسی کردیم، مثلا پست به اتریش داده بودیم، خیلی اتفاقات مثبتی افتاده، ولی اینا اومدن فرهنگ اونا تغییر دادن. یه جاهای فرهنگ خیلی خوب بود تغییر دادن، مثلا ما الان با لباس مدرن اروپایی داریم میچرخیم، این یکی از تاثیرات استعماره. ولی از طرفی هم یه کارهایی کردن که سه تا سطح توی جامعه به وجود آوردن: سطح سنتی، سطح کلاسیک و سطح مدر. اینا با هم فرق داره. و کلاسیک سنت قدیمی اروپاست. شاید خیلی هاتو پک کنید یعنی کلاسیک یعنی سنتی، نه اینجوری نیست. سنت قدیمی اروپاست که توی ایران مثلا ترویج پیدا کرده. سنت یا همون استایل قدیمی زندگی ایرانیا که خب امروز هم به جا مونده، مدیونت فکر کنید که نیست، رد پاش توی زندگی مدرن هم پیدا میشه و یه زندگی مدرن دارید. این سطح زندگی طی این دوره ها به وجود اومده. پس امیدوارم که دست کم این نتیجه گیری رو از من بپذیرید از این ویدیو و چند تا ویدیو قبلی که در مورد حکومت قاجار ساختیم. خیلی زیاد نظر دادم توی این ویدیو، نمیخوام بلندش کنم،
ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو تکون بدید تا ویدیو گذاشتیم بیاد ببینید و از ما حمایت کنید که پیشرفت کنیم و به پول برسیم و ویدیوهای توپلتر و خوشگلتر و قشنگتر و خفنتر براتون بسازیم. دوستتون داریم، عاشقتونیم، البته به شرطی که سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. تا دورو نه جهنم، تا غروبی دیگر، بدرود.